شمارش معکوس برای برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح. اما پیش از آغاز این جرگه مخالفت‌ها با آن بالا گرفتند. به تازگی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در یک اعلامیه خواهان تأخیر این جرگه شده است. آقای کرزی میگوید که برگزاری جرگه با اجماع آغاز نشد و افزون بر نبود توافق دیدگاه در درون حکومت، بیشترین گروه‌های سیاسی، بزرگان مردم و عالمان دین درباره هدف‌ها و زمان این جرگه نگران هستند. کار حکومت ما در این راستا متاسفانه قابل قناعت هیچ یک ما نبوده، بنابراین این جرگه هیچ مشروعیت را در مورد تصامیم خود تولید نخواهد کرد. از سوی دیگر شماری از فعالان جامعه مدنی در کابل و نیز برخی از مشاوران ریاست اجرایی در شرق کشور جرگه مشورتی صلح را تحریم کردند. یک لوی جرگه مشورتی نمایشی و بیشتر به خاطر تحقق خواسته های تیم انتخاباتی مشخص است. دی خلق هر څه تصمیم ونیسی نو دا د ملک په نسخان دی، د ملک په فایده نه دی. با وجودی که نصف حکومت در جرگه اشتراک نمیکنه، احزاب مطرح کشور، بزرگان سیاسی مطرح کشور، کاندیداهان محترم که برای ریاست جمهوری کاندید هستند، یک شام اشتراک نمیکنه. این به این معنی است که مردم افغانستان میتونه قضاوت بیشتر بکنه که مشروعیت جرگه در کجاست و چگونه میشه. اما رئیس جمهور غنی جرگه مشورتی صلح را همشمول ترین جرگه در تاریخ کشور می داند. در این میان کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح می گوید که برای پس گرفتن تحریم ها با تحریم کنندگان در گفتگو هستند. تا امروز متاسفانه به یک نتیجه ما نرسیدیم. این دید و بازدید ها طبعاً از آدرس ریاست محترم جمهوری هم ادامه داره و از آدرس کمیسیون هم تصمیم داشتیم که ما یک هیئت با ریاست محترم اجرایی داشته باشیم، ولی متاسفانه اونا نپذیرفتن. از سوی دیگر رئیس جمهور غنی به روز شنبه به دیدار عبدالرب رسول سیاف رفت و با وی درباره صلح و جرگه مشورتی صلح گفتگو کرد. با این همه منابع میگویند که حکومت تمایل دارد که عبدالرب رسول سیاف ریاست این جرگه را به دوش بگیرد، اما رد یا تایید این موضوع تا کنون از سوی آقای سیاف روشن نشده است.